منابع محلی از اخراج تعدادی از مهاجران سوریهی، ای، ایرانی، ازبکستانی و افغانستانی از کشور ترکیه خبر دادند. گفته می شود در این میان افغانستانی ها با 139 مهاجر بیشترین تعداد را در میان اخراج شدگان داشتند. به گفته این منابع محلی اخراج این مهاجران روز 29 ژانویه 2023 ساعت 11 صبح انجام شد این مهاجران در نزدیکی رودخانه تونجا در منطقه آدرنه ترکیه بودند و منتظر زمانی برای عبور از آب و وارد شدن به خاک یونان بودند اما توسط نیروهای ترکیه شناسایی و اخراج شدند به گفته مقامهای رسمی ترکیه همه مهاجران اخراج شده به طور غیرقانونی وارد خاک ترکیه شده بودند و مدارک و مستندات قانونی مورد نیاز را به همراه نداشتند لذا از طریق هوایی به کشور خود بازگردانده شدند به گفته مقام های ترکیه قاچاقچیان برای قاچاق مهاجران از ملوانان حرفه روسیه استفاده می کنند و افراد را از ترکیه به یونان و ایتالیا می برن. به گفته این مقام ها در نتیجه تلاش دولت ترکیه برای مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران ورود این افراد در سال 2022 نسبت به سال 2021 حدود 38 درصد کاهش یافت اما در مجموع از 2016 میلادی تا کنون جلوی ورود 2 میلیون و 700 هزار مهاجر غیرقانونی به خاک ترکیه گرفته شد